سپاسگزارم. من یک منطقه یک فایلمو بذارم اینجا. بسیار خب، درود بر همگی دوستان و سپاس از اینکه وقتتون رو گذاشتین و اینجا هستید. امروز درباره رویدادهای اخیر اروپا صحبت میکنیم، درباره این اوضاع وخیمی که در اروپا و میشه تقریبا گفت در خیلی از جاهای جهان در جریانه. الان در خود استرالیا، کانادا، آمریکا، شما این جریانات پشتیبانی از حماس رو دیدین، در دانشگاه های خیلی از این کشورهای غربی دست دست دیدید کسانی که باید اینتلکچوال های یک کشور باشن و حتی فرزندان نسل دوم و سوم همین مسلمانان فراری از کشورهاشون باشن، چگونه نشون دادن که در جایی که تئوری اسلام وجود داره و در مغز شما جایگزین میشه، 10 نسلتون هم در یک کشور دموکراتیک، در یک کشور سکولار، در یک کشور آزاد، در کشورهایی که شما فرصتش رو دارید که ببینید، بشنوید، بیاموزید، ولی انگار که هیچ تأثیری روی شما نخواهد داشت. از اینجا آغاز میکنیم که ما میبینیم مسلمان ها به طور کلی نمیخوان در کشور اسلامی زندگی کنند. چرا؟ چون اینا نمیخوان با برادران به اصطلاح، اون چیزی که خودشون اصرار دارن بگن مسلمانان صلح طلب، در بهشت های اسلامی خودشون چرا نمیخوان زندگی کنند؟ چون چنین چیزی اصلا وجود نداره. شما در کشورهای مسلمان با ملتی مواجه هستین عمدتا وحشی، یعنی حتی اینها فرهنگ زندگی قرن 21 رو در اکثر این کشورهای مسلمان میبینید ندارد. میشه گفت تقریبا قرون وسطایی هستند، جنگ زده هستند، خشنن، غیر دموکراتیک هستند، به شدت خشک مغز و بسته هستند، حاضر نیستند هیچ نوع رواداری، هیچ نوع تحملی به هیچ اندیشه غیر از اون اندیشه خشک اسلامی داشته باشند. و جالبه در تمام این کشورها مطلقا آزادی های شخصی وجود نداره، اصلا وجود نداره، برای که خب ما هممون میدونیم نفس اسلام با آزادی های فردی و شخصی شما حتی توی خونه هاتون در تضاد و مبارزه میکنه و در رویارویی خیلی جدی است. و جالبه در این کشورها خود مسلمان ها کاملا مثل انسانهای بدوی دارن بدون ترحم همدیگر رو میکشن. هر جا که مسلمان وجود داره کلا چیزی تحت عنوان رحم و انصاف و منطق وجود نداره. بنابراین خود این مسلمانها تنها در جاهایی خوشحال هستند که غیر مسلمان کشور، و در کشوری میتونن حقوق اولیه‌ای رو داشته باشن که طبق قوانین مدنی کشورهای آزاد جهان شما قوانین استخدام عادلانه داشته باشید، قوانین آزادی از ستم داشته باشید، قوانین در واقع مدرن داشته باشید تا مسلمان ها در این کشورها بتونن زندگی بکنن و احساس خوشحالی بکنن. و جالبه این افراد مسلمان واقعا با ذریب هوشی پایینی که دارن در قرون وسطایی که زندگی کردن نمیتونن انگار همبستگی آشکار بین تمدن و قرن 21 رو با سطح زندگی بهتر رو ببینن. یعنی این آزادی هاست که در کشورهای غربی موجب شده که مردم بتونن یک زندگی نرمال داشته باشن، یک زندگی آرام داشته باشن، یک زندگی قانونمند داشته باشن و یک زندگی منطقی منتهی به خوشبختی رو بتونن تجربه کنن. ولی اینا حتی این رو هم با اینکه میان تو این کشورها نمیبینن. و اینجاست که این پرسش پیش میاد، آیا وقتی افراد مهاجرت میکنن خود به خود این اندیشه مذهبی، این مغز خشک و این عدم تحمل و رواداری که دارن رو که در کشورهای خودشون موجب آسیب بهشون بوده، آیا اینا دست میدن با اومدن به یک کشور آزاد، حالا یا دموکراتیک یا سکولار یا حالا هر چی که شما میبینید، فقط به خاطر اینکه آدرس اینا عوض میشه، آیا اینها انسانهای دیگری خواهند شد؟
در حال حاضر که من و شما داریم با هم صحبت می کنیم، 25 میلیون مسلمان در 28 کشور عضو اتحادیه اروپا زندگی می کنه. یعنی شما تقریبا در هر کشور اروپایی بیش از 1 میلیون مسلمان دارید. باورتون میشه ما در هیچ کدوم از این کشورهای اروپایی بیشتر از 1 میلیون مثلا فرض کنید نمیدونم ایرانی نداریم، حتی بیشتر از 1 میلیون بودایی نداریم، بیشتر از 1 میلیون در هر کدوم از این کشورها شاید شما مثلا پیروان آیین شینتو یا یهودی ندارید. و جالبه که میبینید که اینها به اسم اینکه پناهنده هستن دارن وارد این کشور میشن، و به ویژه این اتفاق از کی افتاد؟ از دهه 80. اینا نه به عنوان مهاجرانی از مثلا مراکش، پاکستان، ترکیه، افغانستان و جاهای دیگه اومدن، بلکه به عنوان مسلمان اومدن در اون کشورها. یعنی اینها از همون اول نیومدن بگن که ما یه آدمایی هستیم مثلا بدبخت، بیچاره، جنگ زده فلان و احتیاج به کمک داریم. اینا از همون روز اولی که وارد هر کشور میشن مستقیما بر این هویت مسلمان خودشون تاکید میکنن و در نتیجه از همون آغاز به صورت کامیونیتی ها یا جوامع کوچک جداگانه خودشون رو معرفی کردن به جامعه اروپا و به کشورهای اروپایی، و در نتیجه آغاز کردن از همون اول با تأکیدی که کردن بر مسلمان بودن خودشون، از همون دهه 80 آغاز کردن به تهدید جوامع اروپایی به اینکه یک انمی، یک دشمن در درون خودتون شما دارید و این دشمنان نامشون مسلمونه و هیچ کاری هم به کار شما نداریم، هیچ قاطی شما هم نمیشیم، هیچ فرهنگ پذیری هم نداریم و قرارم نیستش حتی نسل دوم و سوممون براشون این اتفاق بیفته، چرا که ما مسلمانیم. در حالی که شما این حالت رو ندیدید در ایرانی هایی که رفتن به اروپا و به خیر از کشورهای جهان پس از انقلاب در سالهای جنگ و یا پس از اون زندانیان سیاسی، کسانی که مشکلات کاملا عقیدتی بنیادین داشتن با حکومت جمهوری اسلامی، با اسلام، با همه آنچه که این بنیاد این رژیم رو تشکیل میداد، و شما هرگز ندیدید حتی افرادی که به اصطلاح مشکل عقیدتی با این حکومت نداشتن ولی به خاطر به دلایل مختلف اقتصادی، اجتماعی، جنگ و هزاران دلیل دیگه پناهنده شدن به کشور اروپایی، هرگز ندیدید اینها بیان برن اول خودشون رو به عنوان مسلمان معرفی کنن بعد به عنوان یک ایرانی پناهنده. و این تفاوت وجود داره در میان مسلمانان غیر ایرانی، ولی از هر جای دیگه که رفتن مسلمان ها به غیر از ایرانی ها کاملا می دیدید که مسلمانان در واقع بومی که حتی در اروپا به دنیا آمدن کاملا اسلامگرا و متعصب هستند و کاملا رادیکال هستند و کاملا هوادار بنیادهای اسلام در به اصطلاح اروپا و کشورهای مختلف آزادی که هستند می بینید. بنابراین می بینید که این تفاوت بنیادی رو اروپایی ها از دهه 80 متوجه نشدن، نه امروز، اصلا از دهه 80 اینو نفهمیدن که آقا ما داریم اقلیتی رو به اصطلاح به کشور خودمون راه میدیم که اینا یک سیاست مهم دارن و اون این که مسلمان بمونن و اسلامشون رو صادر کنن و گسترش بدن و سیستمشون هم از سیستم های گوریلا استفاده میشه. یعنی اینا میان با این ماشین جوجه کشی، با ازدیاد نفر، با ازدیاد شمار خودشون در واقع به تسخیر اون منطقه که میرن خواهند پرداخت. این تنش ها تازه آغازش از سپتامبر 11 سپتامبر 2001 یکمی برای مردم جهان ملموس شد، موقعی که دیدن در قلب آمریکا کسانی که خودشون تحصیل کرده امریکا بودن، خیلی از اون تروریستایی که حملات 11 سپتامبر انجام دادن، مثل خود اسامه بن لادن که از نوجوانیش در امریکا حتی زندگی کرده بود و اینجا مدرسه رفته بود و اینجا دانشگاه رفته بود و بقیه اونهایی که این عملیات تروریستی رو انجام دادن، تمامشون افرادی بودن که اینجا در امریکا زندگی میکردن و حتی اینجا تحصیل کرده بودن، اینجا کار میکردن و به اصطلاح آمده بودن ظاهرن اینها رو شما امریکنایز می دیدید، امریکایی شده می دیدید از ظاهری. و از اون موقع تازه چشم یک عده
نه چشم همه امریکایی ها و اروپایی ها، تازه چشم الیتشون شروع کرد به باز شدن که او ما با یک چیز، با یک جریان خیلی هدفمند، خیلی برنامه ریزی شده در اروپا و امریکا مواجه هستیم. و این تنش ها بعد از سقوط اقتصادی سال 2007 و در واقع ظهور سیاستمداران جهانیگرا بیشتر هم شد، یعنی اینکه گله گله اینها رو بیارن. اقتصاد در سال 2007 که کلاپس کرد، یک مرتبه دیدیم گلوبالیست ها یا افرادی که جهانیگرا هستن و برنامه های دراز مدت برای تخریب قدرت اقتصادی اروپا و امریکا داشتن. پس از کلاپس اقتصادی 2007 دیدیم که اینها بیشتر هم کردن دست دست وارد کردن مسلمانان رو، و در واقع یه جورایی انگار مهاجرت به اصطلاح mass immigration، مهاجرت گروهی و دسته های بزرگ مسلمانان رو تشدید کردن، برای اینکه همزمان با فروپاشی یا کلاپس اقتصادی غرب بتونن فروپاشی فرهنگی رو هم انجام بدن. بنابراین اینجا ما متوجه میشیم تازه الیت اروپا و امریکا از 2001 یکم چشمشون باز شد، باز نه عوام، و همزمان با فروپاشی اقتصادی جهانیگرایان به این روند کمک کردن و تشدیدش کردن، برای اینکه دیدن دارن یه عده‌ای در اروپا و امریکا چشمشون روی وقایع تروریستی این گوشه اون گوشه باز میشه. از شمار بسیار زیاد عملیات تروریستی 20 سال اخیر در جهان، چیزی طبق آمار بالای 90% رو مسلمانان انجام دادن. یعنی حالا ممکنه 10% کارهای تروریستی هم انجام شد که مثلا تروریستای چپ بودن یا تروریستای فرض کن نمیدونم برای حقوق کارگران در این ور بودن، برای حقوق اقلیت های نمیدونم مثلا گی و لزبیان در اون ور بودن یا چیزای این چنینی بود، اما 90% عملیات تروریستی رو مسلمانان طراحی، اجرا و برنامه ریزی کرده بودن و حتی بودجه‌ش رو مسلمانان داده بودن، یعنی قطر، برخی از این کارهای تروریستی رو عربستان و بقیه اونها رو هم مسلمانان حامی گروه های تروریستی انجام داده بودن، مثل ایران که تروریست پروره در جهان، یا برخی از گروه های وهابی، یا برخی از گروه های خورده پای دیگر تروریستی که باجتش رو از بودجه‌هاشون رو، درآمدشون رو از ثروتمندان مسلمان می گرفتن. به ویژه خیلی از ثروتمندان پاکستانی دنبال کارهای تروریستی بودن که خیلی هم درصد زیادی هستن ثروتمندای مسلمان پاکستانی در جهان که حامی گروه های تروریستی مستقیم یا غیر مستقیم هستن. خب در این فضایی که در واقع به سرعت در حال گسترش بود، ورود مهاجران به اروپا، اقلیت‌های مسلمان تنها اقلیتی هستند در جهان، در اروپا و در جهان، که همیشه به عنوان غیر متعلق یا نان بیلانگینگ به اصطلاح میگن عمل میکردن، همیشه خودشونو از بقیه جامعه در هر جایی که رفتن، چه کشورهای غربی چه کشورهای شرقی دیگه‌ای که اینا رفتن، مثلا فرض کنید اونایی که مهاجرت کردن رفتن حالا به کشورهای غیر مسلمان آسیایی، مثلا فرض کن فیلیپین، مثلا ویتنام، مثلا کره و هر جای دیگه اینا مهاجرت کردن، آمدن و منافع خودشون رو از منافع اون کشور مهاجر، حتی اگه فرهنگ غربی هم نبود، جدا کردن و تاکید کردن بر اینکه ما مسلمانیم و نمیخوایم هم حل بشیم در این جامعه. از سوی دیگه در کشورهای اروپایی میبینیم که منافع ملی نتوانسته در واقع دولت‌هاشون منافع ملی رو تضمین بکنه و کاری بکنه برای رویارویی با بیکاری خود اروپایی‌ها، فقر یا مشارکت محدود مدنی و سیاسی که ممکن این گروه های مسلمانی که وارد می کنن برای اون جامعه ایجاد بکنه. تقریبا 20 میلیون 25 میلیون مسلمانی که تو اتحادیه اروپا زندگی می کنن در واقع شدن یک تهدید کاملا ذاتی برای سبک زندگی اروپایی. حتی نسل بعدی هاشون می بینیم که هیچ گونه
مشابهتی، هیچ گونه همیاری و همکاری با سبک زندگی اروپایی ندارن، برای که اگه بخوان خودشون رو به اروپایی تبدیل کنن دیگه باید اسلام رو بذارن کنار. و از اون جایی که مسلمان ها و مسلمان زادگان، کسانی که از مسلمانان متولد میشن در اروپا، به هیچ عنوان به هیچ عنوان از سوی خانواده هاشون اجازه بهشون نمیدن که حتی یک لحظه از این در واقع ایدئولوژی سیاسی اسلام دور بمونن، در نتیجه از مراسم، از شرکت در مکانهای مسلمان، مسجدها، نمیدونم این حسینیه ها، حالا اماکن مثل به حال مراکز اسلامی، مدارس اسلامی، حوزه های علمیه اسلامی در اروپا و امثال هم، یک لحظه نمیذارن پدر مادرها اینا بچهاشون از این محیط دور بمونن، از سیستم غذایی حلال، از سیستم زندگی حلال و حرام و ماه نمیدونم محرم و رمضان و فلان. و در نتیجه این تنش رو روز به روز دارن در جوامع اروپایی تشدید میکنن و میبینیم که در واقع این جهانیگرایان یک نقش بسیار مهم دیگه که داشتن در نگه داشتن این مهاجرت و در تشدید مهاجرت، گرم نگه داشتن تنور جنگ در خاورمیانه که مستقیما دست این گلوبالیستا پشت تمام جنگ های 4 دهه اخیر خاورمیانه بوده و هست. با باجت ها بوجه هایی که امثال جورج سوروس خرج میکنن برای اینکه افتراق بین شیعه و سنی رو همینطور شعله بر نگه دارن، تازه بین خود سنی ها گروه های مختلف سنی رو همینطور تو جنگ نگه دارن، بعد اندیشه های رادیکال رو همینطور تشدید بکنن. یعنی افغانستانی که یک عمر کشور مسلمانی بود ولی موقعی که شاه داشت مردمش داشتن وارد می شدن به دنیای مدرن در زمان ظاهر شاه و اینها، شما اینا رو بیهجاب می دیدید، دانشگاه می دیدید، دنیای مدرن رو داشتین در کابل و شهرهای بزرگ افغانستان می دیدید. پس از اینکه این جنگ های خاورمیانه رو شعله ور کردن، حالا گروه های همه ما میدونیم که طالبان و القاعده و داعش و همه اینها ساخته و پرداخته گلوبالیست ها بودن برای ایجاد جنگ و برای دائم خاورمیانه رو در تنش و خشونت و ناآرامی نگه دارن، هم موجب شدن که بتونن دست دست مسلمانان رو به اروپا بفرستن، هم تجهیزات نظامی وحشتناکی که در این 4-5 دهه در خاورمیانه فروخته شده که باز دست گلوبالیستا پشت تمام این صنایع نظامی و فروش اسلحه و قاچاق اسلحه و در واقع دیلرشیپ های سلاح و وسایل نظامی در جهان، گلوبالیستا از بزرگترین بازوهای پشتش هستند و نیاز هست که جنگ باشه که اینها فروخته بشه، نیاز هست که جنگ باشه که مس ایمیگریشن یا مهاجرت به اصطلاح گله گله انجام بشه و از سوی دیگه نیاز هست که جنگ بشه که هرگز مردم نتونن منطق رو در اندیشه‌شون بپذیرن، چون ما در شرایط جنگی هیچ وقت منطق نداریم. حتی اون مردم شهروندی که در اونجا وجود دارن، شما الان در نمونه واضحش رو در جریان فلسطین دارید میبینید، مردمی که چندین ده هست تو جنگ نگه داشته شدن و آزادی نداشتن و اندیشیدن براشون ممنوع بوده و فقط بمباران شدن با جنگ و منافع به اصطلاح مسائل جنگی، اصلا نمیتونن منطق داشته باشن. در نتیجه میبینی حماس میاد زیر خونش تونل میکنه، طرف دیگه اصلا بی منطق داره روی اون انبار مهمات زندگی میکنه، بغل اتاق خواب بچهش دارن موشک میسازن، هیچ کاری نمیکنه. اون طرف با زیر کودکستان بچهش دارن نمیدونم راکت تولید میکنن و نارنجک تولید میکنن، هیچ کاری نمیکنه. یعنی وقتی شما یک ملتی رو دائم در حال جنگ نگه دارین، اصلا مردم وارد فاز تنازع بقا فقط میشن. همین اندازه که من زنده باشم، غذا بخورم، نمیرم و یه روزمرگی سطحی خیلی شکنندم داشته باشم، کلامو میندازم هوا برای که امروزم گذشته نمردم، حالا تا ببینیم فردا چی پیش میاد. به این علت شما میبینید که
همه این استراتژی های گلوبالیستی پشت این جریانات بوده و موجب شده که بدتر هم بشه، یعنی رادیکالیسم اسلامی و افرادگرایی مذهبی و نگرش بسیار غرب ستیز در این مسلمانان حتی در قلب غرب به مراتب بدتر شده. از 4 و 5 دهه پیش که ممکن بود مسلمانان شما میدیدید مثلا موقعی که به اصطلاح خانواده فاروق، خانواده سلطنتی به اصطلاح مصر رو سرنگون کردن و جمال عبد الناصر و امثال اینا اومدن و جریاناتی که خودتون میدونید وارد فاز به اصطلاح جمهوری شدن به جای سیستم سلطنتی و پادشاهی در مصر، شما دیدید که یه عده مصری ها همون موقع مثلا مهاجرت کردن به غرب که امثال خود خانواده فاروق و خانواده های اشراف مصر و خانواده های گردن کلفت و استخانداری که برای صده ها اونجا داشتن به اصطلاح اسقف کشور مصر رو نگه می داشتن، همه اینا خب مهاجرت کردن رفتن به غرب. ولی اینها هیچ کدوم اسلام گرای رادیکال و تند رو غرب ستیز نبودن و در این 4-5 دهه اخیر برخلاف شما دارید می بینید هر چه مسلمان داره از همین ناحیه خاورمیانه میاد به غرب شدیداً با دیدگاه های غرب ستیزانه دارن وارد غرب میشن، یعنی با یک حالت نفرت و بخل و کینه و حسد و غیر روادارانه ای وارد غرب میشن و هر جور میتونن دارن ضربه میزنن به بنیاد اروپا و امریکا و کشورهای غربی که واردش میشن، یعنی میرن اونجا آویزون این دولت ها هستن، امکانات دولتی رو استفاده میکنن، تمامشون بچه هاشونو میذارن توی کشورهای به اصطلاح سکولار و دموکرات و آزاد و که مثلا همه بتونن نظرشون رو بدن، همه بتونن حرف بزنن، همه بتونن. ولی شما دارید میبینید روز به روز تازه دارن غرب ستیزتر میشن، تازه دارن وخیمتر میشن و کارشون به جایی رسیده که دقیقا نمک بخورن و نمک دون بشکنن، دستی که تا آرنج توی عسل تو حلقومشون رفته رو نه فقط گاز میگیرن که سعی میکنن از آرنج اصلا قطع بکنن اون دست رو. و برای همین داریم میبینیم که شما به سادگی این سیستم گوریلایی که تاکتیک گوریلایی که خودشون بهش میگن ما میخوایم از نظر تعداد اونقدر رشد کنیم تا تعدادمون بشه 50% و بعد بتونیم اروپا رو فتح بکنیم، دقیقا دنبال همین هستن. یعنی شما میبینید که حتی اینا نسل‌های بعدی که اونجا به دنیا اومدن یک سر سوزن از غرب ستیزیشون دست بر نداشتن و تا زمانی که در واقع تعداد پیروان اسلام زیر آستانه باشه، زیر این 50% باشه، از کلمات سکولاریسم، حقوق برابر، تساهل دینی، قداست قانون اساسی، از این حرفا، در واقع حفره هایی که قانون غرب برای ضربه زدن به خود غرب داره در قانونش و ایجاد کرده، از همینا استفاده میکنن، از بازی ها استفاده میکنن و وقتی که رسن به اون 50%، روزی که به اکثریت برسن که الان دارین میبینین هنوز نرسیده، خیلی هاشون دارن میگن اولویت ها و خواسته ها دیگه عوض میشه، دیگه شریعت، آواز شریعت بلند و واضح میشه، مساجد همه جا آغاز خواهند کرد به پخش بلند اذان که دارید میبینید امروز میکنن و کلیساها رو شروع میکنن به خواستن اینکه باید کلیساها رو تبدیل کنیم برای ما به مساجد و ویران میکنن فرهنگ غرب رو و ویران میکنن کالچر و به حساب ولی و ارزش های غرب رو و آنچه که اصلا جامعه غرب برایش بنا شده. و اگه هنوز شما یا کسانی که در غرب هستن کوچکترین شکی دارن میتونین برین در یک منطقه با اکثریت مسلمان در همون اروپا نگاه کنید، در عرض 6 ماه کلن ذهنیت سکولار شما برای دیدن واقعیت هایی که اونجا هست از هم خواهد پاشید و غربی ها رو آدم باید به این مسئله آشنا کنه. شما خواهش میکنیم 6 ماه برین تو همون محله های مسلمان ها با اینا از نزدیک زندگی کنین، بعد متوجه بشین که در باطن هر یک مسلمان چگونه یک بمب اتم نهفته است که هر آن ممکنه منفجر بشه و همه اون شهر رو با خاک یکسان بکنه. کشمیر یک نمونه زنده است برای شما بگم، بی تعدید یک مرکز مذهبی هندوها از هزاران سال پیش مورد غارت مهاجمان اسلامی مسلمانان خود هند قرار میگیره، شکنجه، وحشیگری، مثله کردن، تجاوز جنسی و ویران کردن تمام اماکن هندو رو در کشمیر و تغییر مذهب اجباری رو برای قرنها
مثل یک شمشیر دولبه در کشمیر عمل کرد. و باور شما نمی کنید در کشمیر هند تجاوز جنسی به هندوها از سوی مسلمانان به اندازه حمام کردن روزانه رایج بود. این موضوع رو شاید اصلا خیلی از مردم جهان اصلا ندیدن، نشنیدن و نمیدونن در موردش. اوضاع به اندازه وحشتناک بود که خود کشمیری ها، مردم خود کشمیر بیچاره هندوها آغاز کردن به بریدن بینی دختران خردسالشون تا اونا رو جوری زشت بکنن که مسلمانان رغبت نکنن بهشون تجاوز بکنن. یعنی کار به اینجا در کشمیر هند رسیده بود. و با این حال میبینیم که نیمی از کشمیر در نهایت در آغاز قرن پیش مسلمان شدن به اجبار، همون اتفاق که برای ایرانی ها افتاد. و بعد در داخل هندی که اسمش آزاد بود، درست زیر دماغ حکومت دموکراتیک و سکولار دهلی، از هندوها و مسیحیان کشمیری خواسته شد که کشمیر رو یک شبه ترک کنند، همه خانه ها و سرزمین ها و زندگیشون رو پشت سر بذارن و دیگه هم بر نگردن. و اونایی هم که نرفتن و موندن مورد تجاوز قرار گرفتن، نه توسط تروریست های سرسخت، بلکه توسط همون مسلمان های عادی که همسایه های خود اونا بودن، و بعد هم همشون رو یکی به یک کشتن. حالا این موضوع رو باید اروپایی ها بفهمن. اروپایی ها باید چشمشون رو باز کنن و واقعیت های حیاتی زندگی رو که تا به حال از دست دادن تو این 20 سال و ندیده بودن رو ببینن. سکولاریسم و آزادی مذهب و امثال اینها موقعی عالی است که دیگران هم با همون روحیه در کنار شما باشن که از اون پیروی بکنن. شما باید بفهمین در اروپا شما وقتی در مورد سکولاریسم صحبت میکنین با افرادی مواجه هستین که اصلا این موضوع مطابق مذهبش شرکه و شما نمیتونید این رو اجرا بکنید اگر مسلمان هستید. و در نتیجه یک راه برای این در قفلت ماندنشون، اروپایی ها بهای سنگینی خواهند پرداخت که راه برگشتی هم براش وجود نداره الا جنگ. یعنی یک جنگ های صلیبی مجددی در اروپا را بیفته که با خونه های بسیار بتونید این مسلمان ها رو دوباره بر بار دوم از کشورشون برونن، همون کاری که در جنگ های صلیبی کردن. هند در هزار سال گذشتهش بهای بسیار سنگینی برای این سکولاریسمش پرداخت، بسیار سنگین. میلیون ها هندی کشته شدن تا به حال در هزار سال گذشته به دست مسلمانان. و اروپا وقتی که در این قرن اسلامی بشه، وقت سایه اسلام بر سراسر جهان خواهد افتاد و این در واقع این ویروس خطرناک، این بیماری خطرناک به تدریج و خیلی زیر پوستی جوری گسترش پیدا میکنه که جهان رو این مسلمان ها خواهند گرفت. و اون وقت شما فقط یک جهانی رو تصور کنی که این وضعیت خاورمیانه توش بخواد تو کل جهان اتفاق بیفته. حالا بهتون بگم نظره اروپایی ها الان چیه. من خیلی از سایت هایی رو خوندم که دربارش از اروپایی ها پرسیده بودن نظرتون با این مهاجرت های دست جمعی و گله گله مسلمانان چگونه. باور شما نمی کنید، من آمار ندارم، ولی از تعداد پاسخ هایی که خوندم میتونم رو وبسایت های گوناگون مثل کورا و امثال این بهتون بگم که اروپایی ها به هیچ عنوان با این مهاجرت دست جمعی مسلمانان موافق نیستن، به هیچ عنوان. یعنی مردم اروپا، غالب مردم اروپا اصلا موافق نیستن، اکثرشون بسیار مخالفن با این برداشته شدن مرزها و اینکه کنترل بسیار کمی، همشون گفتن هیچ کنترلی رو مرزهای ما وجود نداره و ما اصلا نمیدونیم کی داره وارد کشور میشه و داره چه کار میکنه. اروپایی ها درصد بسیاریشون با مسلمانان مشکل دارن، برای اینکه معتقد هستن اینها با جوامع با در جامعه ما ادغام نمیشن، ارزش ها و فرهنگ اصلی جامعه که فرهنگ مسیحی هست رو رعایت نمیکنن. اکثر این مسلمان ها حتی نمیتونن به زبان کشور میزبان صحبت کنن، جامعه کاملا موازی با جامعه مادر رو ایجاد کردن، به قوانین مدنی و قوانین اجتماعی اروپایی ها دائم دارن اینا اعتراض میکنن.
نه. و حالا شما ممکنه 4 تا آدم خیلی سطحی یا از این چپ ها در اروپا ببینین که مثلا طرف خیلی خوشحاله میگه کباب ترکی رو مثلا داره با آینده اروپا یا فرهنگ یا اشتغال یا آینده آزادی در اون کشورها، آینده دموکراسی در اون کشورها برای نسل های بعدشون، حتی حاضر اینا رو مبادله کنن، خوشحالیم که به 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 مثلا کباب ترکی وارد اروپا شد، یا غذاهای مثلا نمیدونم خاورمیانه ای ما داریم یا غذاهای فلان. ولی اینا خیلی مردم سطحی، یعنی یا اون چپهایی هستن که فقط میخوان رأی بیارن در انتخابات حزباشون، و یک تعداد دیگری ترسو هستن در اروپا، اما تعدادشون خیلی کمه و صحبت نمیکنن مگر اینکه فقط با یه مسلمانی مواجه بشن که 100% یه جرم و جنایتی مرتکب شده، بعد تازه شروع میکنن به نق زدن که چرا امنیت نداریم، چرا نمیدونم آسایش نداریم، چرا دخترمون نمیتونن نصف شب بیان دیگه تو خیابون راه برن، چرا نمیدونم در ماشینمون رو شکوندن، دزدی کردن مثلا نمیدونم، و همچین چیزهایی فقط در حد نق یه دیگه کمتری هستن که فقط نقنق میکنن ولی جرأت ندارن که مبارزه کنن. ولی بیشتر اروپایی ها متوجه هستند که این مهاجرت انبوه لطمات زیادی زده، آسیب های زیادی زده به اروپا و مشکل جدی دارن اروپایی ها با اینکه میبینن در کشورشون از هر نژاد و مذهب و رنگ و ملیتی هستن و فرهنگ اون کشور داره کمرنگ میشه، به خاطر که همه اینا که از جاهای دیگه اومدن اصلا 2000 یه پاپاسی ارزش قائل نیستن واسه فرهنگ و زبان و نمیدونم مذهب و همه این چیزهایی که در اون کشور مادر، در کشور به اسم میزبان وجود داره. و این اصرار عجیب و غریبی که بر آوردن چندین میلیون که عمدتا مرد جوان در سنین جنگ هستند، یعنی اینا بیشتر از که شما زن و بچه ببینید که دارن میان، دست دسته و گله گله داره مرد جوان آفریقایی مسلمان، حالا شما بگو نمیدونم یمنی، نمیدونم فلسطینی، سوریه‌ای، عراقی، افغانی، اینا دارن دست دسته میرن. و این گلوبالیست ها یکی از چیزهایی که یعنی از راهش وارد میشن برای در واقع به همراه کردن و همسو کردن بخشای از جامعه با خودشون، میرن روی حزبای چپ و حزبای امثال هم، خیلی هایی که حتی ممکنه با دسته گلوبالیستان نیستن، یه حزب معمولی چپ هست، حتی یه حزب میانه روی چپ هست، میرن با اینا صحبت میکنن و میگن که برای رأی آوردن شما به اینها نیاز داریم. برای همین اینها رو کردن، این دسته هایی که وارد انگلستان شدن در این انتخابات اخیر، یکی از عوامل کلیدی پشت رأی برگزیدگان در بریتانیا بوده و در پس انتخابات کورتس تو آلمان بود، در AFD اتریش بود، در سالوینی در ایتالیا بود، و تقریبا میتونیم بگیم یکی از موضوعات کلیدی است که اروپایی ها، یعنی اون احزاب لیبرال و چپ و اینها، ازش تونستن استفاده کنند. و یکی از چیزهایی که من در خیلی از کامنت های اروپایی ها، مردم عادی اروپا خوندم، اینه که از این موضوع بسیار آزار میدیدن که چرا انقدر به ما دروغ میگن دولت هامون، و فقدان بحث صادقانه درباره چرایی این گله گله مهاجرتی که داره انجام میشه، اصلا چرا در این اتفاق میفته، میگن هیچ کس به ما پاسخگو نیست حتی وقتی که ما پرسشگر هستیم، و دروغ هایی که به مردم دارن میگن به طور فزاینده ای مردم بدبین شدن نسبت به دولت هاشون، به ویژه اینکه همش اومدن در تلویزیون ها به دروغ گفتن نه اینا مهاجرا بیشترشون پزشکن، مهندسن، تحصیل کردن، اینا اونن، در حالی که تقریبا هیچ کدوم از این مهاجران حتی دیپلم نداشتن، به زور عدهشون داره تحصیلات دیپلم بودن و خیلی هاشون حتی تحصیلات دبیرستانی حتی نداشتن، در حد تحصیلات اینو که این کشورهای شاخ شکسته اروپا آفریقایی میان، یا خیلی از این جنگ زدهایی که از افغانستان میان حتی سواد خواندن و نوشتن ندارن، و حتی به خیلی از اینهایی که برای سازمانهای غیر دولتی کار میکنن به دقت بهشون آموزش داده بودن که به دروغ بگن مثلا فرض کن اهل مثلا میگم ما اهل سوریه ایم، حالا طرف مثلا نمیدونم مثلا فلسطینیه، یا مثلا ما اهل مثلا نمیدونم فلان کشوره، یعنی حتی محل کشوراشون رو دروغ میگن برای اینکه بتونن خودشونو جا بدن توی سازمان های گوناگون و کار بگیرن در قالب پناهنده هایی که اومدن و نیاز به کار دارن.
از طرفی به اروپایی ها به دروغ گفته بودن برای پر کردن شکاف جمعیتی اینا لازمن، چون ما جمعیتمون داره کم میشه و ما به اروپایی ها به اندازه کافی فرهنگ فرزند نداریم. و واقعیت اینه که بسیاری از اروپایی ها اولا که اصلا این مشکل رو ندارن، یعنی رشد جمعیت ندارن، ولی جمعیتشون حتی موقعی که اروپایی ها دارن 2 تا فرزند میارن داره ثابت میمونه، حتی اگه افزایش پیدا نکنه پس ثابت میمونه. یعنی اینطور نیستش که جمعیتشون داره رو اون اندازه کم میشه که حالا باید پاشیم بیایم آدم وارد کنیم، اونم آدم مسلمان، اونم آدم خطرناک مغز صندوقی مغز خوش. و بعد اینکه یک دروغ بسیار بزرگ دیگه که بهشون گفتن، و واقعیت اینه اروپایی ها به دلیل مالیات های بالایی که میدن و رکود دستمزدها و شکست مطلق در واقع این بدهی های دانشجویی برای مدرک های بیفایده ای که در اون کشور خیلی ها دانشگاه ها مدارک بیفایده و بیسودی میدن و خیلی ها میرن مدارک بیخودی میگیرن که نمیتونن باش کار درست پیدا کنن و نمیتونن با ماشون بردارن، خیلی از اروپایی ها به خاطر مسائل دلشون میخواد فرزند بیشتر داشته باشن اما نمیتونن، توان مالی ندارن، چون دستمزدا راکت شده به خاطر که دارن خرج این پناهنده ها رو میدن و مالیات های بسیار بالا دارن میدن برای که خرج این پناهنده ها رو بدن و خیلیشون نمیتونن کار پیدا کنن برای که خیلی از کارا رو دادن به این مهاجرا و این پناهنده ها. و برای همین اصلا اروپایی ها خانه ها نمیتونن اگر دلشون میخواد 3 تا بچه یا 4 تا بچه حتی بیارن. و به شهروندان اروپایی خیلی اوقات دروغ گفته شد، اینو مردم اروپا اظهار کرده بودن، کامنت های مردم اروپا بود که به ما به طور دروغ به دروغ گفته بودن اینا به طور موقت در اروپا میمونن، اینا بعد برمیگردن. و دیدیم که اصلا هیچ کدوم اونها نه تنها خاک اروپا رو ترک نکردن، بلکه به طور مشکوک هیچ رقمی حتی در مورد دیپورت ها اخراج ها به مردم اروپا نمیدن برای که وجود نداره. به دروغ به مردم میگفتن اینا موقت میان و برمیگردن برای که مردم نریزن تو خیابون، شورش نکنن، تظاهرات نکنن و به طور جدی جلو دولت ها وای نستن. و بعد ما میبینیم که بسیاری از مثلا انگلستان خودش اومد از اتحادیه اروپا آورد بیرون برای که نخواد خیلی از این بارهایی که رو اروپا هست بهش به خود مردمش تحمیل بکنه، ولی از طرف دیگه 2 مرتبه گلوبالیستا اومدن مردم رو با قایق گله گله سوار کردن فرستادن، با اینکه این یه آیلند بود یه جزیره بود، با گله 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 مردم با قایق برشون فرستادن به انگلستان چون مزایای بهتری ارائه میداد و یه مقدار وضع اقتصادیش بهتر بود از خیلی از کشورهای اروپا دیگه و مردم برشان به زور فرستادن. برای همین من شخصا فکر میکنم این آغاز پایان اتحادیه اروپا است، اتحادیه اروپا از هم فرو خواهد پاشید برای که مردم واقعا دیگه تحملشون در اروپا تموم شده و حقایق غیر قابل انکاری در مورد این مهاجرت های گسترده مسلمان ها وجود داره، میزان بالا رفتن جرم و جنایت و دزدی و تخلفاتی که مستقیما دارن مسلمان ها در اروپا انجام میدن، اقدامات تروریستی که دارن در اروپا انجام میدن، خیلی هاشون حتی بچه اونهایی هستن که اومدن مهاجرت کردن به اروپا و خیلی از این تروریست های مسلمانی که تو اروپا دارن کارهای تروریستی میکنن متولد اروپا هستن و در واقع نمایندگان نسل دوم و سوم مهاجرین هستن. و علتش هم یک دلیل واضحه که من و شما ایرانی خیلی خوب میدونیم، اروپایی ها اینو نمیدونن ولی یواش یواش دارن میفهمن که اصلا اصول اسلام با ایدئولوژی لیبرال اروپایی ناسازگاره و نمیتونن، اسلام و جامعه اروپایی به طور همزمان نمیتونه در یک جامعه وجود داشته باشه، مثل کسی که همزمان نمیتونه آزادی بیان و تجلیل و انکار بکنه و نمیتونه همزمان یا تجلیل بکنه یا انکار بکنه، نمیتونه با زن بدرفتاری کنه در این حال به حقوق زن اهمیت بده، نمیتونه مثلا نمیدونم به اصطلاح امر به معروف و نهی از منکر رو در دین خودش نادیده بگیره بعد نره فضول زندگی مردم اروپا بشه و هزاران هزار نکته ای که در اسلام هست و میدونیم که نمیتونه جمع نخواهد شد هرگز با یک جامعه اروپایی. فرزندان مهاجران حتی به کشورهای میزبان هم
خوشبخت نیستن و حس نمیکنن. چرا؟ برای که در حال حاضر تو اروپا هن. از همه مزایای اروپا استفاده میکنن، بعد میرن تو مسجد و امام مسجدشون به اصطلاح امام جمعه های اون مسجد، اون برین واشر هایی که تو مساجد نشستن، میگن شما مسلمان واقعی نیستین، چون از جهاد و حجاب و شریعت اسلامی و اینا محرومین در این جامعه، یا تربیق و تشویق نمی تشویق و تبلیغ نمی کنید این اصول رو. در واقع چیزهایی که والدینشون اومدن داوطلبانه ترک کردن اومدن توی اروپا، دوباره میرن توی این مساجد بهشون میگن که شما نمیتونید و با اینکه تو اروپا هستید باید این کارا رو بکنید. بعد شما میبینید که از تو همین فرزندان نسل دوم و سوم، بلافاصله که داعشی تشکیل شد، یه عده‌شون پشتن رفتن قاطی داعش شدن، یه عده‌شون پا میشن میرن بپیوندن به حماس و حزب الله لبنان و نمیدونم حوتی های یمن و این ور اون ور. بنابراین شما میبینید که کاملا این پروژه شکست خورده، پروژه ادغام مسلمانان در فرهنگ اروپایی، پروژه چند فرهنگی در جامعه اروپا و در جامعه غرب و در جامعه جوامع مترقی دیگه، کشورهای جهان اول دیگه. و حالا ما باید به این توجه بکنیم که آیا غربی ها میخوان از ارزش های دموکراتیک یا ارزش های سکولار یا ارزش های آزادی در کشور خودشون دست بکشن با اومدن این مسلمان ها یا نه. با گذشت زمان ما روز به روز داریم میبینیم مسلمانان اروپایی ناراضیتر و ناراضیتر دارن میشن تو اروپا و خشنتر و خشنتر میشن و بیقانونتر و بیقانونتر میشن. این اتفاقی که الان افتاده ممکنه در همین نسلی که من و شما الان داریم توش زندگی میکنیم نبینیم این جنگ های خونی روی بده، ولی اگر جلو این روند گرفته نشه و اگر بیداری های ملی صورت نگیره، این میلیون ها مسلمان، 25 میلیون مسلمانی که در اروپا هستند، روز به روز رادیکالتر و روز به روز ارزش در واقع رضایتشون از ارزش های اروپایی کمتر میشه و روز به روز به سمت مخالفتر از جامعه اروپا حرکت میکنه و ممکنه شاید در 10 سال دیگه، در 20 سال دیگه میبینیم که قاره اروپا یک تکونی میخوره، ولی اون تکون یک تکون معمولی نخواهد بود و میتونه واقعا جنگ های صلیبی قرن 21 دوباره رقم بزنه. راه حل حالا چیه؟ راه حل از نظر من و شمایی که همه این مسائل رو میدونیم بسیار ساده است. اگه اراده‌ای برای منافع ملی یک کشور از سوی دولت مردانش وجود داشته باشه، سیاستمداران به راحتی میتونن جلوی مهاجران رو بگیرن و حتی اونهایی که در این کشور الان اومدن و تو این تظاهرات به اصطلاح پرو حماس به دفاع از حماس شرکت کردن، تمام اینا شناسایی بکنن و دیپورت کنن، حتی اگر اقامت دارن، حتی اگر کارت شهروندی اون کشور رو دارن. برخی از موارد اساسی که اروپا میتونه رعایت بکنه اینه که به راحتی بیاد با پیروی از الگوی عربستان سعودی خودش از شر اسلام خلاص بکنه، بگه که مگه محمد نگفته بود من یهودیان و مسیحیان از شبه جزیره عربستان بیرون میکنم و کرد، و گفته بود که کسی رو به جز مسلمانان باقی نمیذارم و کرد، و همین الانم هم هیچ یهودی و مسیحی در عربستان سعودی وجود ندارن، یک دونه کلیسا، یک دونه سیناگوگ وجود نداره در کشور عربستان سعودی و تبلیغ مذاهب دیگه غیر اسلام در عربستان سعودی ممنوعه. اروپایی ها برای اینکه این کار رو بکنن، جلوگیری میتونن بکنن مهاجرت مسلمانان، تعطیلی همه مراکز مذهبیشون، مساجدشون، و میتونن بگن که ما گرویدن به اسلام نمیتونیم داشته باشیم در این کشور و مهاجران مسلمان بلافاصله کوچکترین پایی از قانون بذارن بیرون دیپورتشون میکنیم، و نه فقط خودشون، کل خانوادهشون. اگه این کارو بکنن وقت دیگه ببینید شما چه درصدی از اینها جرأت نفس کشیدن زیادی نخواهند داشت، برای که میگه من فقط خودم که نیستم، منو بگیرن توی کار کریمینال یا کار جنایی یا تخلف یا یه کار تروریستی، کل خانواده هم با هم پرت میکنن با اردنگی از اروپا بیرون. نه، و اروپا میتونه چاپ کردن مثلا قرآن رو تحریم کنه. چرا؟ برای که این کتاب رو میتونن ثابت بکنن به عنوان یک کتاب خطرناک، ایدئولوژی های بسیار خطرناک تروریستی رو گسترش میده و کاملا با اصول به اصطلاح دموکراتیک، با اصول سکولاریسم، با اصول آزادی فردی، شخصی و اجتماعی در جامعه اروپا در تضاد و تهدیدی است برای آزادی.
و از سوی دیگه هر پناهندهی که در اروپا به اون زبان صحبت نمیکنه، هر پناهندهی که با فرهنگ اروپایی خودشو سازگار نمیکنه، هر پناهندهی که قوانین مدنی میزبان رو رعایت نمیکنه و اینا رو میتونن اخراج بکنن. هیچ پناهنده اقتصادی رو میتونن راه ندن، چون میدونن که بگم پناهنده اقتصادی وسیله است برای سوء استفاده از زحمات مردم بومی اون کشور. بسیاری از این پناهنده ها به خصوص مسلمان ها به دلیل رفاهی که دولت اونجا داره فراهم میکنه اونجا هستن. اگه کشورهای اروپایی این امکانات رو قطع بکنن، چاره ای برای بازگشت ندارن و بیرون رفتن ندارن، یا اینکه خودشون تطبیق بدن شروع کنن به حمالی کردن و کار کردن و جون کندن، و بعد ببینیم آیا با اون دستمزدها اینا میتونن 5 تا و 6 تا و 7 تا و 8 تا بچه بیارن. و همونجوری که در جوامع حیوانی شما اینو میبینید، یه خرس در زمانی که غذای رایگانی وجود نداشته باشه اردوگاه رو ترک میکنه. برای همینم مسلمانان میتونن اونجا رو ترک بکنن، برای که نون مفت دیگه ای بهشون، خونه مفت، نون مفت، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش مفت بهشون نمیدن. راه حل های زیادی بدون خشونت وجود داره برای که مسلمانان رو بتونن راه ندن و بتونن بیرون بکنن. و ما میدونیم که کاملا کاری که داره الان انجام میشه توسط دولت مردان اروپایی غیر منطقیه و کاملا مغایره با منافع ملی اروپاست و فقط جهانی گرایان پشتش هستن برای ایجاد آشفتگی در جامعه و ایجاد درگیری و ایجاد مشکلات فرهنگی و اقتصادی و پایین آوردن ابرقدرت ها از قدرت اقتصادی که دارند، برای اینکه بتونن کورپوریشن ها رو تبدیل به دولت بکنن، برای اینکه کورپوریشن ها پول ها رو خواهند داشت، ثروت ها در دست اونها، تریلیارد هایی که در دست کورپوریشن ها میچرخه، اکثر دولت های اروپایی اصلا اون ثروت ها رو ندارن و دانش اینا خیلی راحت میتونن در واقع همه چی رو در جامعه، همه بازی ها رو میتونن این جهانگرایان عوض بکنن. آداب و رسوم فرهنگی، مذهبی، سنت ها، ارزش ها، استاندارد ها و همه اینها میتونه عوض بشه و همه اینها در اروپا داره میاد پایین از اون که خودشون داشتن. یعنی هم سیستم زندگیشون، آداب و رسومشون، سیستم فرهنگیشون، سیستم تمدنیشون، سنت هاشون، ارزش هاشون، سطح استاندارد زندگی اروپایی ها به مراتب در 30 سال اخیر آمده پایین تر از اون چی که در اروپای 50-60 سال پیش وجود داشت. و ما امیدواریم مردم اروپا این بیداری ملی رو پیدا کنن و سیاست مداران وطن پرست بتونن رویارویی بکنن با سیاست مداران فاسد گلوبالیست، با اون رهبرانی که در حال حاضر تو فرانسه، تو آلمان، تو ایتالیا، تو سوئد، نروژ و یونان دارن حکمرانی میکنن مثلا، و دست کم یک درصدی از مردم بیدار جامعه و سیاست مداران ملی و وطن دوست، میهن پرست در اون کشورها بتونن بیان و جلوی این تخریب بی رویه رو بگیرن، بلکه بتونن از الان این روند تخریب رو کند کنن تا بتونن در یک جای جلوش رو بگیرن و بعد بتونن برعکسش بکنن، دوباره به بازسازی اروپا بپردازن. سپاس از شما. سپاس بسیار از شما بانو آرتیمیس. با اینکه در آمریکا زندگی میکنید، اما این سخنانی که گفتید کاملا برای مایی که در اروپا هستیم ملموس، روزانه با این مسائل برخورد داریم. واقعا از لحاظ اخلاقی، اجتماع، حالا اون شهری که من توش هستم در آلمان فرو ریخته. یعنی شما سوار ترن میشید، سوار اتوبوس میشید، تو خیابون ها میرید، میبینید که چقدر بی‌نظمی، چقدر بی اخلاقی ها زیاد شده و هم مهاجرینی هستن که اینجا اومدن. حالا خود منم مهاجر هستم، اینجا اومدم، اما در واقع اون بنیانهای اخلاقی و اجتماعی اروپا داره فرو میریزه و این روز به روز بیشتر میشه. مسلمون ها اینجا از خودشون آغاز کردند، حالا به ویژه ما ایرانی ها که اشاره کردید آغاز سخنتون که ما ایرانی ها با خیلی از مهاجرایی که اومدن در اروپا متفاوت هستیم، اینها واقعا از کشورهای دیگه‌ای که به ویژه کشورهای عربی که اومدن اینجا، به ما ایرانی ها خیلی سخت میگیرن. شما چجور مسلمونی هستید؟ چرا این خوراک رو میخورید؟ چرا اینجوری لباسی پوشید؟ چرا این نوشیدنی رو مینوشید؟ و شروع کردن امر به معروف و نهی از منکر از خودشون آغاز کردن. حالا خیلی جاها میبینیم که مهاجرا اومدن و به خود
اون بومی های منطقه‌ای که هستن به اونام تازه امر به معروف و نهی از منکر میکنن، چرا اینجوری میری، چرا اونجوری میری. خب خیلی از درگیری ها رو میبینیم. شوربختانه اتفاقا رشدش خیلی سریع شده، این رخدادهای خیلی بدی داره اتفاق میفته. حالا برخی از مردم، حالا من دارم سخن میگم، دوستان اگر میخوان وارد این گفتگو بشن، پرسشی دارن یا دیدگاهی دارن، و میتونن یک بزنن یا دست بگیرن و وارد بشن، که حالا دوستانم مشارکت بکنن خوبه. از تجربیاتی که در کشورهای اروپایی دارن میتونن بگن، از این برخوردها میتونن بگن، اگر پرسشی هست مطرح بکنن. و واقعا بسیار ناراحت کننده است این اتفاقایی که داره میفته، اما تا یه حدودی هم مردم هوشیار شدن. اما خب قدرتمندا، کسایی که سر حکومت هستن، گلوبالیسم ها اجازه نمیدن. به فرض مثال من بخوام بگم، در همین انتخابات گذشته در آلمان یک حزبی هستش که خود اون قسمت قانونگذاری آلمان اینها رو به عنوان راست افراطی معرفی کرده. حزبی هستش که AfD بهش میگن، یا آلترناتیو برای آلمان نامش هست. خب اینا 10 ساله که حزبشون رو تأسیس کردند. خیلی جالبه بگم که خیلی از ایرانی ها تو این حزب هستن، حتی از کسانی که به اصطلاح در رده های بالای این حزب قرار گرفتن ایرانی هستن. اینها در یکی از ایالت های آلمان به نام تورینگن تونستن 53% آرا رو به خودشون جلب بکنند و اونجا قدرت رو به دست گرفتن. در مابقی آلمان هم آرای خیلی خوبی گرفتن و نشون میده که مردم اینجا هم یواش یواش دارن متوجه میشن که ملیگرایی رأس کارهاشون باید باشه و به یک نوعی از طریق همین دموکراسی هایی که اینجا هست بتونن، شاید بتونن اوضاع رو یه مقدار دگرگون بکنن. به هر حال حالا دوستان در گوشه گوشه اروپا هستن، میتونن از تجربیاتشون بگن. من قسمت چت رو نگاه بکنم. بله ببخشید شهر جناب خمیسی دست بالا کردن، نادیا شهر جان وگرنه یک زده بودن زودتر شهر جان یک زده بودن، بعد جناب خمیسی دست بالا گرفتن، بعد بانو وکیلی. شهر جان بفرمایید، خواهش میکنم. بله، درود بر تمام دوستان آریا مهر و دوست گرامی ما آرتمیس جان. یک روشی که البته یادمون باشه، این گلوبالیستا که سرورای یا اربابای گلوبالیست که سیستم بانکی جهانی در دستشونه، که میخوان دنیا رو به سیستم مارکس یا مارکسیزم یا کمونیستی تبدیل بکنن و یه سیستم جهانی کمونیستی داشته باشن، یک چیزی که نیاز هست اینه که فرهنگ ها و نژاد ها و کشورها و همچنین دین ها باید از بین بره. این مسلمونا رو از اینسترومنت دارن استفاده میکنن که برسن به اون فاینال سولوشنشون، به اون هدف آخری که پروژهشون رو به تکامل برسونن و به رسایی برسه، که نویسنده و تفکر انگلیسی اورول نوشته در کتابهاش که زبانها باید از بین بره و باید برگردیم و تاریخها رو دوباره بنویسیم. الان مثلا در امریکا کسایی که اینجا زندگی میکنن اومدن میگن که تمام تاریخ امریکا برد ستیز بوده و باید تاریخ امریکا رو دوباره نوشت، کل historical revisionist، یعنی دوباره بعد تاریخ رو ریوایز کرد و نوشت. و خود ما پروفسورایی داریم که تاریخ ایران رو در دانشگاهی امریکا دارن تدریس میدن و کتابایی که دارن می نویسن دارن این ساسانیان یا اشکانیان یا هخامنشیان
دارن اینا رو سرکوب میکنن و میگن نه، چیزهایی که پروفسورای امریکایی، آلمانی یا انگلیسی در قرن 17، 18، 19 درباره ایران نوشته، اینا همه دروغه و فبریکیتد شده، اینا بعد دوباره نوشته باشه بشه. و دلیلی که جمهوری اسلامی اومد ایران که فرهنگ ستیز ایرانه، این تازه پله اولشه. بعد فردا میگم مرز ایرانه، و این یه نمونه است که آرتمیس شان گفت در اروپا امریکا اتفاق افتاده. میگن آقا شما ایرانی ها میان تاریختون می نویسن، میگن نه، هر چیزی درباره کوروش و داریوش شما شنیدین اشتباه، مجسمه های اینا رو بیاریم بالا، آرامگاش رو بیاریم پایین، اینا آدم های ریسیستی بودن، شما بعد 5 میلیون آفریقایی بیاری تو ایران، 2 میلیون فیلیپینی بیاری تو ایران، چون شما دایورس نیستین. من اینو تو شهر خود ایرواین میبینم، یعنی یه گروهی حق نداره، حالا چه اینا آدمای بلندی باشن، چه کوتاه باشن، چه چاق باشن، چه لاغر باشن، چه سیاه پوست باشن، بگن آقا ما میخوایم تو این ناحیه زندگی بکنیم، اما من سیاه پوستیم و ما خوشحالیم اینطوری. میگن نه، نمیتونی، دایورس نیستی، اجباری میرن وارداتی، سفید پوست میارن اونجا یا چینی میارن اونجا. و همین مسلمونا ایونچلی خودشون از بین میرن، زبان خودشون از بین میره. اگر ما مثلا دبی و اینجاها رو ببینیم، الان عربا شدن اقلیت، مسلمونا شدن اقلیت، اینا یه جوری همه رو مخلوط میکنن. برگردم به همون نقطه هم که فرهنگا رو از بین ببرن، یعنی 100 سال دیگه هدفشون اینه. شما که تو انگلیسی یا آلمانی یا لندن، هیچ کسی هویت به خصوصی نداره و فرهنگ به خصوصی نخواهد داشت. شما چون اگر قرمه سبزی و آبگوشت و قیمه رو هر خورشتی که ما ایرانیا داریم بریزی توی یه دونه دیگ و اینا رو مخلوط کنی، دیگه قرمه سبزی و هویت و فرهنگ و خصوصیات خودش رو از دست داده. و این مرزها رو که میخوام باز بکنن و آدم دارن میارن این ور اون ور، این یکی از هدفهای مارکس بوده در نوشته هاش. و این بانک سیستم بانکی جهانی و ارباب ها میدونن که تنها جوری که میتونن کنترلشون رو بیشتر بکنن و آزادی مردم رو بگیرن که در روی اینا وانستن، باید زبان و فرهنگ قومی هر کشوری از بین بره. برای همین این مسلمونایی رو که دارم وارد میکنن، من باور دارم فرزنداشون که میرن توی این پابلیک سکول ها، یعنی مدرسه های ملی، اینا رفتارشون به مرور زمان عوض میشه و مثل اون مادر و پدر بزرگشون نمیمونن. یکی از 10 فرمان های مارکس پابلیک ایژوکیشن بوده. شما دور جهان رو ببینین، اولین کشوری یا امپراتوری که پابلیک ایژوکیشن داشت پراشیا بود، و بعد از پراشیا که امپایرش اومد پایین، اون سیستم رو اومدن در امریکا پیاده کردن. امریکا هیچ وقت پابلیک سکول نداشت، تمام مدرسه ها لوکال بودن، هر شهری مدرسه های خودش داشت و یه دونه یونیفورم ایژوکیشن سیستم وجود نداشت. و مارکس میدونست که جوری که بعد بچه ها رو ما شستشو مغزی بدیم و کنترل اندیشهشون رو به دست بیاریم، بعد یه یونیفورم ایژوکیشن وجود داشته باشه. این یکی از 10 فرمان های مارکس. و پروگرسیو تکسیشن، از همه مالیات گرفتن که این پروژه ها رو بتونن فاند بکنن. و شهرو جان، برای اینکه مردم بدونن این پروژه ها که تو گفتی کجاست، این با پرشیا فرق میکنه. پروس، امپراتوری پروس که آلمان و اتریش رو اینا جزش درسته تو اروپا بود. That's right. اینا سیستم
آره، اولین امپراتوری بود که سیستم پابلیک ایژوکیشن رو اینونت کرد، اختراع کرد، آموزش همگانی سراسری. درسته، و همچنین پلیس سیستم رو، یعنی این پلیس سیستمی که ما داریم اینا همه مدرنه، اینا وجود نداشت در خود امریکا قبل از انقلاب بانکرات در 1913 که این ده فرمان مارکس رو اووردن که این در تضاد با قانون اساسی امریکا است. یعنی شما این ده فرمان مارکس رو نگاه کنین در تضاد با کانستیتوشن امریکا است، جور در نمیاد. همین جوری که میان آرتمیس گفت، میاد به مسلمونه میگه تو لندن این حقا رو داری زن تو بزنی، یا سیستم اسلامی رو اینجا توی لندن پیدا بکنین، ایسلاندر، من اونجا بزرگ شدم. این در تضاد با کانستیتوشن خود انگلیسه، ولی انجام میدن، ولی ولی میبینیم انجام میدن، درسته. درست. ولی به نتیجه بندی بکنم، اینا دارن از 1913 میخوان یه دونه یونیفورم کلچر درست کنن. میگن تمام جهان باید یه دونه فرهنگ داشته باشه، تمام فرهنگای بومی، چه ژاپنی باشه چه ایرانی، اینا افتادن جون همه ما. از یه جاهایی جلوترن یه جاهایی عقبترن. میگن تمام این فرهنگا بعد از بین بره و ما یه فرهنگ نو تولید میکنیم، و من و تو هم حق نداریم بگیم خب ما هم میتونیم تصمیم بگیریم توی این فرهنگی که میخوای ببافی و درست کنی، این هنر نوعی رو که میخوای نقاشی کنی، منم میتونم بگم اینجا رنگش چی باشه، این ساختمون چه ریختی باشه توی طراحی. میگن نه، خب این البته آلوگارد شهرروز جان، این بعدا بکفایر خواهد کرد به نظر من، اتفاقا این کاری که اینا دارن میکنن، چون اینا مسلمونا رو نادیده گرفته بودن، اصلا در مخیلشون نمی گنجید که بله حالا ما مسلمونا رو میاریم و بعد اینا اکثریت میشن. حالا بعد که اینا اکثریت شدن، اینا که مثل اروپایی ها نیستن که از این بازی های دموکراتیک و فلان و اینا، الان شهردار لندن مسلمون، شهردار نمیدونم نخست وزیر مثل این که اسکاتلند مسلمونه. خب اینا به مرور که قدرت میگیرن، اینا که دیگه این بازی ها رو قبول ندارن، اینا گردن میزنن میرن جلو، میگن حالا ما اکثریتیم، حالا ما میگیم. اینو ببین، ولی نمیدونستن که آرتمیس جان، باهاش من اینجا مواجه میشن، ولی یکم میشن. میدونم، من اینجا یکم پوشبک میکنم. ببین شاید بکفایر بکنه، قبول کنم دارم، اگر همونجورم اگر که مرداد، باید همون اجازه دادم که بدیم بقیه هم پرسش کنن. شور آره همون من جوری هم بیان، میتونیم بیان توی بحث. همون جوری که مرداد گفت، اگر این حزبای ناسیونالیست و مردم بیدار بشن پوشبک بکنن، ولی همون میر پاکستانی لندن این جزء کلیک و گنگ این گلوبالیست هاست، میاد این چیزها رو میگه، چون میخواد هنوز انگلیس ها اکثریت هن، ولی مسلمون ها رو هیچ وقت اکثریت نمی کنن. چون این رهبرای مسلمون که کنترل گرفتن میان اینو میگن، فرقی با ترودو و خود بایدن ندارن، اینا همه توی خب یه حالا دیگه گنگ باید هن. اونو الان نمیتونیم پیش بینی کنیم، اونو باید بذاریم ببینیم که آیا بعدا اینا آیا زورشون خواهد رسید به مسلمان ها، چون بهتون گفتم از سیستم گوریلاین استفاده میکنن، تعدادشون رو زیاد میکنن، بعد از قوانین خود دموکراتیک اونجا علیه خود اونا استفاده خواهند کرد. من که بعدا حالا باید دید در 10 سال آینده اینا چه کار خواهند کرد، آیا میتونن جلوی مسلمان رو بگیرن یا نه. ولی اگه اجازه بدین جناب آره من خمیستی، دوستان دیگه هستن، اگر پروانه بدید دوستان بعد دیگه. عزیزم دیگه بحث من تموم شد، سپاس از آره لطفت، خواهش سپاس از میکنم. شما شهرو جان. از اونجایی که وقتمون هم تنگه، دوستان مهر بکنن برای بیان دیدگاهشون 3 دقیقه رو در نظر بگیرن. رامین جان بفرمید، خواهش میکنم. درود میفرستم بر باشندگان و سپاسگزارم بانو آرتمیس و دیگر عزیزان که در بحث جالبیه. همینطور که بانو آرتمیس به مطلب مهمی رو اشاره کردن در بخش‌های مختلف، البته بحث خاص خودشو داره، من حالا اون چیزی که در نظر میگم لحاظ برخورد گلوبالیستا میخواستم راجع به این مسئله یک مقدار صحبت کنم. ببینید من بیشتر برمیگردم که چطور میتونیم به قولی ما فرای حرکت اونها بتونیم حرکت خودمون رو
انجام بدیم بر اساس همون منش فکری خود و خصوصا در ایرانگرایان هست، بر اساس کردار و نیک گفتار یا کردار. ببینید در جامعه، در همه جوامع و چه در زندگی فردی خودمون همیشه مشکلات وجود داره. همیشه خود خودم اینجوری میگم که همیشه مشکلات وجود داره، حالا چه در سطح جامعه بیرون، چه در سطح خانوادگی یا فردی، ولی اینکه چطوری از این مشکلات فائق بشیم برای این مشکلات، این رو همیشه مد نظر میگیرم و دنبال راه حل هستم. حالا گلوبالیست استراتژیک خاص خودشون رو دارن و همینطوری هم که خانم آتریس بیان کرد تو موضوعات خاص با چه استراتژی دارن پیش میرن. اون چیزی که الان در حال حاضر من مد نظرمه اینه که اصلا سوال اینجاست، اصلا چرا باید مهاجرا وجود داشته باشه؟ اصلا چرا مهاجر باید بیاد؟ می‌بینید مهاجر اصلا باید چرا بیاد؟ خب برمیگردیم بیاره به بک‌گراند، یه مقدار یه بک می‌زنیم عقب، برمیگرده به سیاست دولت‌هایی که بر اساس منافع ملی خودشون میان کارهایی رو انجام میدن. بعد باعث میشه که یک سری اختلافاتی به وجود بیاد، به قول گلبالیست آب و گلالود میکنه، از آب گلالود ماهی خودشون رو میگیرن. ولی این غیر از این نیست، یعنی که شما وقتی میبینید جنگ هایی که حالا تو اون منطقه خاورمیانه حالا یا در جاهای دیگه هستش، اینا هم از گلالود کردن آبا و اساس احساسات از نوعی که حالا تو خود سال 57 هم از همین تاریخ انقلاب احساسات مردم برخورد کردن، در کشور عربی هم همینطور، همه رو انداختن به جون هم، جنگ ها و از اینجور مسائل که منافع خودشون رو دارن تأمین میکنن به شکل های مختلف. و اینا همونطور هم گفته اینا همه ناشی از اون گلوبالیست های جهانی است که داره این کار رو انجام میده. مثلا من خودم در این کشوری که هستم، تصویری که هستم، میبینم با سه سالهایی که هستم اصلا زمین تو آسمون اگه پای نمودار بکشی با کله داره میره زمین، یعنی اصلا به شکل کاملا به سرعت زیادی داره میره پایین. حالا من اومدم نگاه میکنم که ببینم این مشکلات از کجا، یه بخشی از همین مهاجرات که مسلمان ها و افراطی ها و اینجور مسائل، یه بخشی هم برمیگرده مسائل اقتصادی و اینجور جریانات. شخصا خودم اومدم چیکار کردم، من اومدم یه پروژه ای رو، البته نیمه کار است به خاطر مشکلاتی که در ایران داریم، من بیشتر فوکوسمو گذاشتم روی این قضیه، از اونجا اونو دست کشیدم، ولی کل پروژه به این شکله که ما میایم افراد از کشورهای مختلف، حالا یه سری بخش تو مسلمان ها، یه سری آفریقایی، عراقی، ایرانی، اروپایی، حالا که اروپای شرقی، سوئدی، همه اینا رو تو یک گرد هم میاریم و میشینیم راجع به نقاط ضعف و قوت و نقاط قوت و ضعف فرهنگ خودمون بدون اینکه بخوایم خود سانسوری کنیم صحبت میکنیم و کسی هم اون پای اون پای تخته وایساده، قسمت‌های مثبت رو میذاره تو یک بخش، قسمت‌های منفی رو میذاره تو یک بخش. یعنی مثلا من ایرانی میام میگم که تو فرهنگ خودمون مثلا این هست، این هست، این هست، این قسمتش هم هست، همه اینها رو به شکل واضح برای که شناخت خوبی هم از فرهنگ خودم دارم، میدونم که چه قسمتی نقطه ضعفی دارم. اون عرب و مسلمون، زنی که با قول با روسری نشسته، 100% اونها هم تو چیزای خودشون اینو داره، اونم میاد بیان میکنه. اصلا اون بخش زورآزمایی که مرد سالاری که تو بخش خصوص عربا بیشتره، اونم میاد تو اصلا اون یه فضای آزاد بیان میکنه، اونو میاره و نقطه مثبت اینا رو ما همه رو میاره توی یه نمودار و از اون قسمت های منفی رو خط میزنیم و این رو به بیننده نشون میدیم توی فضای مدیا، به بیننده نشون میدیم، میذاره بیننده تصمیم بگیره، میذاره بیننده خودش متوجه بشه که همه اینا، همه ماها داره نقاط ضعف، حالا چه سوئدی باشه چه میخواد چیز باشه، نقاط ضعف و قوت فرهنگی هستی، پس بیای اون قسمت های بد رو بریزیم بیرون و اون قسمت های خوب رو برداریم و باهاش شروع کنیم اهرم سازی کنیم و تو جامعه خودمون رو به پیش ببریم. این به نظر من، چرا این کارگاه، این به نظر من خلاف استراتژی اون حرکت گلوبالیست است. گلوبالیست ها میخوان آب گلالود کنن، ولی بعد شخصا فکر میکنن که بعد نه، بعد فضایی رو آروم به وجود بیاری، یه فضای آروم رو به وجود بیاری که بتونی این گروه غالب بشی بر حرکت اونها. این رو
یک مسئله که دیگه که هستش لحاظ کشور اروپا در رامین جان بخش‌های چند مختلف. دقیقه شده؟ یه الان من اینو خلاصه تمام می‌کنم. میکنم مهداد جان، اگه چیز بگم من خیلی سریع میخوام بگم. ببینید لحاظ در کشورهای اروپایی سیستم های تاریخ با هم خیلی فرق میکنه. مثلا شما در آلمان افراد خیلی بدو بدو میکنن، خیلی عجیبه، ولی در اروپا در سوئد ما خیلی آروم کار میکنیم. یعنی اگه من بخوام برم تو آلمانیه برم تو آلمان کار کنم، به هیچ سریعا من از کار میندازم بیرون، برای که من عادت دارم آرام کار کنم. اصلا کل فضا در اینجا آهسته است و مبنای پولی هم که حتی میگیرن، حتی در مقدار پولی هم که از آلمان میگیرن خیلی بیشتر از پولی است که یک کارمند یک کارگر داره از آلمان میگیره. حالا این رو چرا دارم میگم؟ بخواد این من چون وقت ندارم نمیتونم بازش بکنم، مجبورم کوتاهش بکنم و گم میشه. من بذاری دوستان صحبت بکنن، اگر نه وقتی بیشتر بود من این مسئله رو باز میکنم که این مسئله خیلی مهمه. که بر چرا که من تو سوئد همیشه یاد گفته شاه فقیه میافتم که داشت با خبرنگار انگلیسی صحبت میکرد، گفت شما باید برید بیشتر کار کنید بتونید بیشتر درآمد. ولی من در صورت کاملا من دارم میبینم اینجا خیلی آروم کار میکنم و اصلا حقشون نیست. انقدرم با خودم عصبانی میشم، میگم معلم من توی ایران مثلا داره 5 میلیون میگیره در ماه، 10 میلیون میگیره در ماه، کل شاگرداش دو سه برابر شاگردایی است که اینجا در صورت داره، ولی این معلم توی اینجا داره ماهی 70 میلیون 80 میگیره. هر دو دارن انرژی میذارن، هر دو دارن وقت میذارن. بانو وکیلی بفرمایید. خواهش میکنم، شما هم دستتون رو بالا گرفته بودید بعد آوردید پایین، اگر سخنی هست بفرمایید. سپاسگزارم. یا نه صحبتی ندارم، جوابمو گرفتم. سپاسگزارم. داروش جان برای آخرین بیان دیدگاه و یا پرسش بفرمایید. خواهش میکنم. با درود و آفرین به بانو آرتمیس که خیلی خیلی خوب واشکافی کردن این مسائل رو و من میتونم بگم که 100% تایید میکنم سخنان این بانوی گرامی رو. و اما در مورد یک نکته، جایی که اروپایی ها بسیار بسیار به خطا میرن، اون اینه که اسلام رو با دین یهودی و با دین مسیحیت یکی قرار میدن و اون رو یه دینی مطابق اونا حساب میکنن، در صورتی که اسلام این اصلا این برابری رو نداره، نه در یهودیت نه در مسیحیت. اینها دین هستن فقط، اینا یه آینی هستن برای کسایی که میخوان طرفدارش هستن، ولی اسلام دین سیاسیه، در همه چیز کار داره. خیلی عذر میخوام، حتی توالت رفتن آدم ها رو هم میگه چه جوری برو چه جوری نرو یا چه بکن. این اشتباه بزرگیه که اروپایی ها میکنن و اون سیستم دموکراسی که از حالا حداقل من 38 سال دیدم، به چشم خود میبینم که چقدر روز به روز این کشوری که من درش هستم داره به دست همین آدم ها که بسیار هم بیشرم هستن. رفتن پارسال نامه نوشتن به یه بخشی از این شهرداری، این شهری که من درش هستم، که بیا استخر رو زنون مردونه کن، نمیدونم فلان بیسار، این قوانین شرع خودشون رو میخوان به اجرا در بیارن و وقتی اینا به اینجا میرسن یه کمی به موزل میرسن، یه زخم چسب به قول معروف زخم رو درمون نمیکنن. اینا یه چی میگم پلاستر یا یه چسب زخم میزنن روش ازش میگذرن، ولی این چیزیه که وحشتناک دامن اروپا رو خواهد گرفت. یعنی اسلام رو منی که از اون کشور فرار کردم از دست اینا اومدم اینجا میدونم یعنی چی، و این خیشکاری ما هستش که به اطرافیانمون، به همکارانمون، دوستانمون، تمام این کسایی که هستن بگیم که آقا این اسلام، این شرع اسلام چی هست، این قرآن چی هستن توش گفته شده،
بسیار خوب اشاره کردن بانو آرتمیس. اصلا چاپ این قرآن باید ممنوع بشه در اروپا. تمام این مساجد انجمنای اینا کمک مالی دارن میگیرن الان. اینا رو باید کاری بکنیم و با نهایت فشار رو بذاریم اینا قطع بشه. اینا رگای حیاتی اینا رو باید زد. و بسیار بسیار باز اشاره خوبی کردم با نارتمیس. اینا با زاد و ولد آنچنانی که من دارم در یه بخشای از این شهری که من توش زندگی میکنم میبینم، اینا 5 تا 6 تا بچه دارن، ولی در واقع اروپایی حد اکثر 2 تا. و این چه آینده ای رو رقم خواهد زد برای اینا؟ بسیار بسیار تاریکه به گمان من. و از بیشرمی و دروغگویی اینا هم غافل نشیم. این دوست عزیزی که میگفتن جمع میکنن اینا رو و یه زن مسلمون هم میاد اونجا حرفاشو میزن، نه، اون تقیه میکنه، اون دروغ میگه تو اون جمع، و اون میدونه که این حرفای دروغش هر جا بره چاپ بشه به نفعشه. هیچ اعتمادی هیچگاه نکنید به این بیشرم ها. اینها تقیه میکنن، اینها دروغ میگن، اینها برای مذهبشون که حاضرن آدم کشی بکنن، که دیدیم چه فاجعه ای به وجود آوردن در اسرائیل و به چه ترتیب اینا عمل میکنن، یا داعشی ها، اینا همون هستن. این اسلام واقعی و اسلام غیر واقعی و اسلام اینا همچیش، اینا هم همش پرت و پلایه که اینا ساختن. اسلام همونیه که داعش انجام داده، طالبان انجام داده، جمهوری اسلامی داره انجام میده، میزنه جوانای ما رو میکشه، کور میکنه و بیشرمانه میان دروغ میگن. و اروپا هم یه روزی این مسئله خودش رو متاسفانه خواهد دید. شور وقت داره. متاسفانه. سپاس داریوش گرامی از بیان دیدگاه، سپاس از رامین جان و همینطور شهرور جان و دوستانی که وارد این بحث شدن. بانو آرتمیس اگر سخن پایانی هست بفرمایید. یه نکته رو من میخواستم به دوستان بگم، در این حالی که ما باید اینو بدونیم همه جای جهان عوام عوامه، عوام اروپایی عوامه، عوام آمریکایی عوامه، عوام آسیایی هم عوامه، عوام عوامه. خب ما کاری نداریم به اون عوام. مشکل دموکراسی اینه که روی عوام میچرخه، مشکل اینه. و این ورطه‌ای که الان اروپا و غرب خودش توش افتادن، ورطه‌ای دموکراسی خودشونه. آرای اکثریت عوام نابود کرده این کشورها رو. و تازه من دلم میخواد اون ایرانی هایی که دنبال دموکراسی میگردن، در حالی که همین امروز گند دموکراسی تو همه جای جهان داریم میبینیم، یعنی دیگه بهتر از این سندی نیست که این نماینده هایی که تو مجالس میرن این قوانین مزخرف و خلاف منافع ملی رو برای اون کشورهای اروپایی تصویب میکنن، اون سوراخ هایی که تو قانون میزنن برای اینکه کشور رو نابود بکنه دشمنشون از اون سوراخ ها خودشون رو بگزن، همه اینا به خاطر چیه؟ به خاطر رأی اکثریت. و رأی اکثریت نشون داده که حتی در کشورهای اروپایی، حتی در کشورهای جهان اول، حتی در کشورهایی که مردم ادوکیتدن، تحصیل کردن، یا بهداشت دارن، یا درمان دارن، یا زیرساخت داره اون کشورها، حتی در همونجا عوام اشتباه میکنن. و این ورطه‌ای که گلوبالیستا دارن ازش استفاده میکنن، دقیقاً گزیدن جامعه غرب از سوراخ خود دموکراسی است. و البته من به شما اینو بگم، در تمام این نکات منفی که میدیدیم که خود اسرائیلی ها یکی از کسانی بودن که تو حلقوم افتاده بودن تو گلو گلوبالیستا و هی بهشون میگفتن تسامح، نمیدونم رواداری بین عرب و اسرائیل، نه اینا با ما این امان، اینا هم گناه دارن، اینا هم بیان درس بخونن تو اسرائیل، بیان بهداشت و درمان بهشون تامین کنیم، بریم براشون جاده بسازیم، بریم براشون، همه این کارا کردن. این همه کارگری که میومد هر روز اونجا، تمام اینا، تمام ذره ذره سلولای بدنشون نفرت بود به اسرائیل. و اینو گلوبالیستا، همون دموکراسی، همون دموکرات ها گول زده بودن مردم اسرائیلو و خواستن بهشون بقبولونن که
شما با دشمنتون میتونید در کنار هم زندگی مسالمت آمیز کنید. و بعد اینا دیدن که اینا با دشمنی مواجهن که تا خرخره پر نفرت نسبت به اینا، و هر کدوم اینا به دستشون برسه تیکه تیکهشون میکنن، از بچهشون رو آتیش میزنن، سرشون رو میبرن، تا سینه های زنانشون رو بریدن، باهاش روپایی زدن که دیدین تو فیلم ها بود، و تصاویری دیدین که در عصر بربریت مغول ها اینجوری نمیکردن با مردم، و امروز مسلمان ها در قرن 21 در هزار سوم داره این کارو میکنه با مردم. و این اتفاقا چشم عده بسیاری رو باز کرد. من در توییترم و در خیلی از شبکه‌های اجتماعی، نمیدونم چرا، به علتی من یک عالم دوستان غیر ایرانی راستی دارم که حالا اونا به یک علتی میاد پستاشون بر من بالا، حالا فالو میکنن آدم یا هرچی، ولی هرچی که هست من دارم میبینم که چقدر قشنگ طیف راست و الیت جامعه غرب به همه این وقایع چشمشون باز شده، حتی تمام آیه ها رو برشن به انگلیسی کردن، دارن همه جا پخش میکنن. این قرآنه، این اون کتابی است که بهش میگن کتاب آسمانی. این کجاش کتاب آسمانیه و کجاش قابل احترامه و کجاش باید اجازه داده بشه براش مسجد ساخته بشه در غرب؟ و اینو ما باید روش حساب بکنیم، رو این بیداری ملی و رو اون الیتی که یک جامعه رو ممکنه بتونه ببره به سرمنزل مقصود برسونه، رو اون عوامش هیچ حسابی نکنیم. بهتون گفتم عوامش خوشحاله که کباب ترکی اومده تو آلمان، عوامش خوشحاله که کباب ترکی رفته توی سوئد، به به خوب مولتی کالچورال شده، غذاهای فلان هم داریم، ولی دیگه نمیدونن که شما داری به خاطر چهار جور غذا و چهار تا چیز بسیار سطحی که اسمش هست که فرهنگ های دیگه به شما به ارمغان آورده، همه ی ریشه شما رو دارن از ته میزنن و نابودتون خواهند کرد. و این اتفاق موجب شد که این اتفاق به ویژه اسرائیل و این مهاجرت های دست دسته ای که داره به اروپا میشه، موجب داره میشه که الیت اون جامعه به خود بیاد، و بعد اون الیته که ما امید داریم که بتونه کاری جلوی این گلوبالیستا بکنه. سپاس از توجهتون. سپاس از شما. بر روی 10 سال ما پافشاری کردیم رو مسئله ملیگرایی و سپس ایرانگرایی، حالا قسمت ملیگرایی بر علیه اسلامگرایی یه مقداری در جهان داره خودش نشون میده. امیدواریم که اون اصول دیگری که مثل دموکراسی بود که ما منتقدش بودیم و معتقد به این بودیم که باید شایسته سالاری بیاد و در مقابل دموکراسی قرار بگیره، امیدواریم که 10 سال طول نکشه که جهانیان و این سیاستمدارا، برخی از سیاستمدارا به این مسئله برسن و زودتر اتفاق بیفته و این مسئله دموکراسی هم حل بشه یک جوری که مردم بتونن تو کشور خودشون با فرهنگ خودشون، با هویت خودشون و با اون آزادی که در خوی و اون ویژگی های انسانی خودشون از زندگی بکنن. سپاس از شما بانو آرتیمی، سپاس از همه دوستانی که ما را همراهی کردند. این نشست ها دوستان آدینه ها ساعت 20:30 به هنگام ایران برگزار میشه. پاینده ایران، جاوید شاه بدرود. پاینده ایران بدرود. خدا نگهدار. بدرود به همه گرامیان. خدا نگهدار.